مقاله استرون استیونسون در اسکاتسمن درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و سه مزدور جنایتکار همدست وی در دادگاه بلژیک. رژیم ایران یک رژیم تروریستی است که سفارت‌هایش به مثابه کارخانه بمب‌سازی و سلول‌های تروریستی عمل می‌کند. تمام سفارت‌های رژیم ایران باید بسته شود. دیپلمات‌هایش باید اخراج شود و همزمان تحریم‌ها به صورت مضاعف علیه رژیم اعمال شود. استرون استیونسون در عنوان مقاله‌ای که در اسکاتسمن به چاپ رسیده این سوال را مطرح می‌کند که چرا توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی مقاومت که با هدف کشتار مخالفان ایرانی، سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی و خود من صورت گرفت، باید منجر به اخراج دیپلمات‌های رژیم ایران شود. در این مقاله آمده است در 7 آذر 99 دادگاه اسدی دیپلمات ارشد سفارت رژیم ایران در وین و سه همدست دیگرش به اتهام تروریسم آغاز شد. دادگاه روز پنجشنبه هفته بعد هم ادامه یافت و دادگاه در اواخر ژانویه 2021 حکم خود را صادر می کند. هرچند اسدی با ادعای مصونیت دیپلماتیک از حضور در دادگاه آنتورپ خودداری کرد. اسدی در تاریخ 10 تیر 97 متهم شد که به کمک سعدونی و نعامی قصد داشته بمبی را در گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت در ویلپند با حضور 10,000 نفر در 9 تیر 97 منفجر کند. نسیمه نعامی در سال 2010 وارد بلژیک شد و به عنوان پناهنده ایرانی ثبت نام کرد. پس از دستگیریش در سال 2018 مشخص شد که وی 13 بار به ایران سفر کرده است. همچنین مشخص شد که در همین مدت 106,496 یورو به حساب بانکی وی و بیش از 100,000 یورو به حساب همسرش واریز شده است. موضوعی که هیچ کدام نمی توانند آن را سفید سازی کنند. واضح است که نعامی جاسوسی بود که برای وزارت شوم اطلاعات و امنیت رژیم ایران کار می‌کرد و سفرهای مکرر او به ایران با هدف آموزش بود. طبق اظهارات مقامات سرویس امنیتی بلژیک، اسدی عامل وزارت اطلاعات است که در فوش دیپلمات فعالیت‌هایش را پیش می‌برد. وزارت اطلاعات در لیست تروریستی اروپا و آمریکا است. ژاک راس از سرویس امنیتی بلژیک گفت این عملیات به نام رژیم ایران و تحت رهبری آن طراحی شده است. هیچ شکی نیست که دستور حمله تروریستی توسط سران رژیم در تهران صادر شده است. این توطئه باید هشداری برای غرب باشد که رژیم ایران یک رژیم تروریستی است که سفارتهایش به مثابه کارخانه بمب‌سازی و سلولهای تروریستی عمل می کنند. تمام سفارتهای رژیم ایران باید بسته شوند و دیپلماتهایش باید اخراج شوند. و همزمان تحریم‌ها علیه آن به طور مضاعف اعمال شود.